درس 22 از کتاب English Vocabulary in Use از انتشارات کمبریج. Eating out، غذا خوردن در بیرون منزل. A. Places where you can eat، مکانهایی که شما میتونید در اونجا غذا بخورید. Cafe، کافه. You can have a cup of tea or coffee and a snack there. شما میتونید یک فنجون چای یا قهوه یا یک اسنک اونجا بخورید. حالا اسنک چیه؟ همون تنقلات و چیزهای مختلفی که میتونید شما همراه چای یا قهوهتون بخورید. For example, a sandwich or a cake. به طور مثال یک ساندویچ یا یک کیک به همراه چایتون میتونید بخورید، همون میشه اسنک. They sometimes serve meals too. همچنین بعضی وقتا اونها وعده های غذایی رو هم ارائه میدن، سرو میکنن. For example, lunch، dinner و lunch meals هستن، یعنی وعده غذایی هستن. اما دیش در واقع اون پرس غذایی که شما میکشید و میخورید. رستوران. You go there for a meal. شما میرید اونجا برای یک وعده غذایی. More expensive than a cafe. اونجا گرونتر از یک کافه است. Bar or pub. Bars and pubs serve alcohol and soft drinks. بارها و پابها نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی ارائه میدن. Soft drink به non-alcoholic drinks گفته میشه، به چیزایی که نوشیدنی هایی که الکل ندارن. For example, fruit juice، آب میوه. You can usually have a meal or a snack there too. شما میتونید بعضی وقتا یک وعده غذایی یا یه اسنک یا تنقلات هم اونجا بخورید. Fast food restaurant، رستوران ها یا غذاخوری های فست فود. You can get a quick hot meal there. شما میتونید یه وعده غذایی گرم رو اونجا خیلی سریع بگیرید. For example, burgers and chips. برای مثال برگرها که همون مثل هامبرگر کباب های آماده و چیپس همون سیب زمینی سرخ کرده است که با چیپسی که ما میگیم در فارسی فرق میکنه. Take away. You buy a snack or a meal there and take it home to eat. یه سری غذا فروشی هایی هستند که شما میتونید یه وعده غذایی رو یا یک اسنکی رو اونجا بخرید، ولی باید اونو تیکش کنید به خونتون، یعنی حملش کنید ببرید جای دیگه، برید خونتون بخورید، یا حالا هر جا که دوست داشتید بخورید. به این نوع رستوران ها، به این نوع غذا فروشی ها میگن take away. B. In a restaurant، در یک رستوران. در یک رستوران چیزی که معمولاً یک waiter یا waitress برای شما میاره منیوه. در منیو بخش های مختلفی وجود داره که شامل مثلا starters که برای شروع غذاتون، یعنی استارتر میارن که شما تا دارید این رو میل میکنید غذاتون هم آماده میشه و براتون میارن. استارتر ها میتونه soup of the day، سوپ روز باشه که روزانه سوپ هایی رو سرآشپز عوض میکنه. این وی که جلوش گذاشته یعنی
ویجتریان هستش. این غذاها مناسب برای ویجتریانه، گوشت درشون نیست و بیشتر از سبزیجات و حبوبات درست شده. میکست سالاد، سالاد میکس شده است، مخلوط یا مختلط هستش که اونم ویجتریانه. این منو به طور مثاله، این حتما این چیزها درش نیست. مین کورسز، به اون وعده غذایی، وعده‌ای که شما به حساب دارید غذاتون رو میل میکنن، میگن یک کورس و کورس های اصلی شامل ایناست. استیک ویف چپس او نیو پوتیتوز. استیک میشه گوشت خالص کباب شده با سیب زمینی سرخ کرده یا به همراه سیب زمینی تازه. نیو پوتیتوز یعنی سیب زمینی هایی که به تازگی از خاک در اومدن و اینها رو طوری میپزن، در واقع تفتی میدن که حتی با پوست میشه اونها رو خورد، خیلی لطیف و خوشطعمه. استیک همون معادلش میشه گفت کباب برگ خودمونه و برگر معادل کباب کوبیده خودمونه. این گوشت چرخ کرده به همراه پیاز و اینجور چیزاست و استیک نه، گوشت خالص. فش اند چپس، یکی از غذاهای خیلی محبوب مردم بریتانیاست که با ماهی خاصی به طرز خاصی میپزن به همراه سیب زمینی سرخ کرده فراوون. وجتبل کاری، این کاری هم به ادویه های خاصی میگن، ادویه کاری هستش که یکم مزه تندی داره. وجتبل کاری به سوپی گفته میشه که از غلات و سبزیجات بیشتر استفاده شده و گوشت و مرغ یا ماهی یا سایر گوشت ها توش نیست و از کاری و فلفل فراوون هم درش استفاده شده. سالمون فیلت اند گرین بینز. سالمون میشه ماهی سالمون که الشو نباید بخونید، فیلت گوشت خالص این ماهی به همراه گرین بینز یا لوبیای سبز، لوبیاهای سبز. برگر که توضیح دادم خدمتتون، ویث چپس که با سیب زمینی ها اند مشرومز، قارچ ها، یعنی برگری که همراه سیب زمینی و قارچ باشه. دیزرت، این هم یکی دیگه از بخش های منیو ها در رستوران. این کلمه چون با یک کلمه دیگه خیلی شباهت داره، اجازه بدید یه سری به دیکشنری بزنیم. همونطور که ببینید اسپل این کلمه، اون یهی که قبل از زه هستش یه خورده کشیده است و استرس روی حرف زده، یعنی باید بگید دیزرت، دیزرت. اما اگر یه اس نداشته باشه دزرت میشه دزرت، دزرت و استرس روی حرف دی میاد که به معنی میشه بیابان، مثل دسهارا دیزرت. برگردیم به همون دزرت، دزرت معنیش میشه sweet food served after the main part of a meal، غذای شیرین مثل بستنی و اینجور چیزا که بعد از یک وعده غذای اصلی سرو میشه. chocolate ice cream، بستنی شکلاتی که خب این دیگه تعریف خاصی نداره. apple pie، apple pie به پای سیب گفته میشه. پای با کیک یه تفاوتی که داره، کیک دکوریشنش بیشتر با خامه و چیزهای دیگه است، بیسش اما همون شبیه نونه، ولی پای نه، پای دیگه خامه و اینجور چیزها برای دکوراسیونش استفاده نمی کنن. فروت سالاد که میشه سالاد میوه‌جات. وی هم که در بالا بود خدمتون توضیح دادم، یعنی غذای مربوط به ویجتریانه. ویجتریانا معمولا این غذاها رو سفارش میدن. سی،
Expressions. اینجا ما مکالمه ای بین در واقع گارسون یا پیشخدمت رستوران به همراه یک مشتری رو داریم. قبل از اون باید بگم ویتر یعنی پیشخدمت، پیشخدمت مرد، و ویترس یعنی پیشخدمت خانم یا زن. من این مکالمه رو براتون میخونم و بعد ترجمهش میکنم که خودتون پیگیر این کلمات هم باشید. Are you ready to order? Yes, I would like a steak, please. Would you like it with chips or new potatoes? With chips, please. How would you like to your steak? Rare, medium, or well done? Well done, please. And what would you like to drink? I'll have a Coke, please. خب، اینجا پیش خدمت میگه که آماده اید که سفارش بدید. مشتری میگه بله، یه استیک میخواستم. I would like. این would و could یعنی گذشته یه will و can وقتی استفاده میشه معنای در واقع مؤدبانه تر رو میده. میگه که من یه استیک میخواستم لطفاً. اگه دقت کنید تمام جملاتی که مربوط به کاستومره پلیز همراهش داره و ویتر هم مؤدبانه باز میپرسه would you like، میخواستید که به همراه اونو به همراه سیب زمینی سرخ کرده یا سیب زمینی تازه. کاستومر گفته که با سیب زمینی سرخ کرده لطفاً، و دوباره پیش خدمت گفته که میخواید چطور باشه استیکتون، your steak. How would you like، چطور میخواید باشه، یعنی کیفیت پختنش. را یعنی آبدار، خیلی همچین نیمپز باشه، یعنی کامل نپخته باشه. medium پخته ولی یکم هنوز آبداره. or well done کاملا پخته باشه. که مشتری ولدان انتخاب کرده. ولدان اگه این خط وسط این هایفون رو نداشته باشه میشه باریکلا، ولی ولدان این شکلی میشه برای کباب میشه کاملا پخته شده. And what would you like to drink، چی میخواید بنوشید؟ که کاستومر اینجا از ویل استفاده کرده، گفته که من یک کوک مینوشم، میخورم. خب کوک چیه؟ این نوشابه های کوکاکولا. later بعدن، یه خوده که گذشت. فرض کنید مشتری داره غذاشو میخوره و ویتر دوباره میاد میگه is everything alright، همه چیز خوبه، همه چیز یعنی کامله، خوبه. کاستومر گفته thank you it's delicious، ممنونم، اون خوشمزه است، یا به عبارتی very good، خیلی خوبه. بعد از اینکه مشتری غذاش خورد، این بار مشتریه که درخواست میکنه، میگه که could I have the bill please. بیل در واقع همون صورت حساب یا فاکتوری که ما در فارسی ازش استفاده میکنیم، میگیم صورت حساب لطفا. اینجا هم همون کار داره میکنه. could I have، میتونم داشته باشم. دوباره دقت کنید که از could استفاده کرده تا مؤدبانه تر بشه. و ویتر هم گفته yes of course، بله حتما، البته. این درس هم مثل بقیه درس هایی که تا اینجا با هم کار کردیم یک صفحه تمرین داره که امیدوارم تمرین ها رو حل کنید و در کامنت بگذارید تا با هم دیگه اونو بررسی کنیم. 22.1 Look at A opposite. Where would you go to؟ به قسمت A که خدمتون ارائه دادم نگاه کنید، ویدیو رو بزنید قبل اونجا نگاه کنید، و میگه که این جاهایی که شما میرید برای چه کاری میرید. مثلا 1. Buy a meal and take it home to eat. خب جایی که شما میتونید برید یک وعده غذایی رو بخرید و اونو تیک کنید، حمل کنید، جا به جا کنید به خونتون برای خوردن، میشه a takeaway. Number 2. Have an romantic dinner for two، جایی که یک شام عاشقانه برای دو نفر اونجا سرو میشه، خوردن یک شام عاشقانه رمانتیک
اونجا کجا میتونه باشه؟ Three, eat a quick lunch. خوردن یک نهار سریع تند. Four, have a cake and a cup of coffee. خوردن یک کیک و یک فنجون قهوه. Five, drink a glass of wine with friends. خوردن یک لیوان شراب با دوستان. اسم اون محل ها رو اینجا بنویسید و در کامنت بگذارید. 22.2 Write down the name of a place of this type in your town. یعنی شما نباید حتما اسامی مال شرکت های خارجی رو بنویسید. در هر شهری که دارید این ویدیو رو نگاه میکنید کافیه که چون مفهوم اینا رو متوجه شدید که تو هر کدوم از اینا چه چیزی سرو میشه. بر اساس مفهوم اینها و سرو اینها اسم اون مغازه یا اون فروشگاه، اون رستوران، اون هر جایی که هستش رو اینجا بنویسید. به طور مثال 1. Fast food restaurant. خب اینجا گفته مکدونالدز. مکدونالد ها برای همه کار. اینجا فست فود، البته مکدونالد یک فست فود خیلی معروفه که اونجا سریع میتونید غذایی رو بگیرید و بشینید میل کنید یا با خودتون ببرید. ببینید در شهر خودتون کجا یک فست فودی هست میتونید بگیرید غذا رو اونجا سریع میل کنید، اسمش رو بنویسید. لزومی نداره حتما خارجی باشه. کافه، کافه رو که بلدید. تیک اوی که در ایران احتمالاً به شما میگن بیرون بر، جایی که غذا رو میدن بیرون ببرین میل کنید، به شما میگن همون تیک اوی. رستوران رو که دیگه میدونید، سالن های غذاخوری. و بار که در ایران نیستش ولی خب شما حالا به عنوان فرضی بنویسید، اگر خارج از کشور هستید هم که خب میدونید اسمش رو اونجا یادداشت کنید. 22.3 Choose one of the words in the box which can go with each of the words in each group. میگه که انتخاب کنید یکی از لغت‌های داخل این باکس رو، داخل این جعبه رو، که میتونه به همراه یکی از این گروه از لغت‌ها بیاد. مثلا مثل 1. You can have tomato or vegetable or chicken. این یک گروه هست. As a starter، به عنوان استارتر شما میتونید اینا رو داشته باشید. مثلا حالا برای تومیتو میتونیم از سوپ استفاده کنیم، یعنی سوپ گوجه، تومیتو سوپ، وجتبل سوپ، سوپ سبزیجات، و چیکن سوپ، سوپ مرغ. در ضمن ما چیکن رو به عنوان جوجه یاد گرفتیم ولی چیکن به گوشت مرغ میگن. حیوانات گوشتاشون اسامی مختلفی دارن در انگلیسی. مثلا بیف میشه گوشت در واقع گوساله یا گاو، که خود گوساله میشه کاف. بره یا شیپ گوشتش میشه لم. و خوک که پیگ هست گوشتش میشه پورک. پس اینا با هم دیگه تفاوت دارن و این چیکن گوشت مرغ. برای نمبر 2 I would like the beef, chicken or vegetable as a main course. Main course همون غذای اصلی هست که اینجا ما بیف استیک یا چیکن استیک که نمیتونیم داشته باشیم، همینطور پای و سالاد هم که نمیتونه باشه، فقط کاریه که برای هر ستاشون قابل استفاده است. بیف کاری، چیکن کاری و وستبل کاری، همه اینا میتونن به عنوان مین کورس باشن. I'll have the mixed tomato fruit. اینم این سه گروه هم نمیتونن با استیک یا پای بیان، فقط میتونن با سالاد باشن، یعنی میکست سالاد، تومیتو سالاد و فروت سالاد. Number 4 Can I have the apple
or chicken. Apple و chicken هم میتونن فقط با pie بیان. Please. و number 5, do you like your فقط steak میتونه well done, medium or rare باشه. که steak هم برای number 5. و قسمت 22.4, correct the 6 mistakes in this dialogue. 6 تا اشتباه توی این گفتگو هست که شما باید اون رو پیدا کنید که یکیش رو خودش پیدا کرده. ویتر گفته are you ready for order که غلطه، for نباید باشه to order. Ready to order. کاستومر گفته yes I like your vegetable soup and steak please. ببینید اشتباه تو این جمله کدومه. ویتر گفته What would you like your steak? Rare, medium or done good? Customer گفته Rare please. و ویتر گفته What you would like to drink? این هم میتونید ویدیو رو بزنید عقب هستش نمونش که ببینید چطور باید بنویسید. Customer گفته Orange juice. اشتباه هایی که در اینجا هست اکثرا در واقع گرامری هستن و یه مورد هم پانچویشنه که باید نارو اصلاح کنید. 22.5 Cover the menu opposite. اون منوی که نشون دادم خب اینجا معلوم نیستش. Write the food you can remember. غذاهایی که تو منیو بود و اگه یادتون هست بنویسید. Look at the menu again and check your answer. دوباره اینجا من باید بگم ویدیو رو بزنید عقب و منو رو ببینید. ببینید که اون کاری که انجام دادید درست بوده یا نه. چک کنید خودتون رو. 22.6 Answer these questions. جواب بدید این سوال ها رو. Number one. What would you choose to eat from the menu opposite? کدوم یکی از غذاهای اون منو رو انتخاب میکنید؟ یه جمله کامل گرامری بنویسید. نه اینکه فقط بگید مثلا steak. مثل اون customer جواب بدید. 2. What can vegetarians eat from the menu? میگه کدوم یکی از غذاها رو وشتریان ها میتونن یا گیاه ها رو میتونن بخورن که مشخص شده با حرف وی. لیستش رو بنویسید. 3. Do you like eating out? دوست دارید بیرون غذا بخورید؟ How often do you go to a restaurant? چند وقت یه بار شما میرید به یک رستوران؟ Over to you. بیشتر برای شما در مورد تکلیف بیشتر. میگه که sometimes restaurants in other countries have English menus for tourists. Look at one of these. بعض وقتا رستوران ها دارن در کشورهای مختلف در سایر کشورها منوی انگلیسی دارن برای توریستا. Look at one of these. به یکی از اونها نگاه کنید. Write down any useful words you find. لغت های کاربردی که پیدا میکنید رو بنویسید. امیدوارم از این درس خوشتون اومده باشه. از اینکه تا انتهای ویدیو رو نگاه کردید از شما سپاسگزارم. اگر از اون خوشتون اومده لطفاً اون رو لایک کنید و اگر عضو کانال نیستید اون رو سابسکرایب کرده و دکمه زنگوله را بزنید. منتظر کامنت های شما هستم.